احمدی نژاد بار دیگر باند خامنه ای را به افشاگری تهدید کرد و گفت میخواهد نقشه آنها را نقشه براب کند. به گزارش رسانه حکومتی وی در اصفهان گفت برخی میگویند برای انتخابات نقشه کشیده ایم. کار ملت ایران نقشه ها را نقشه براب کردن است. احمدی نژاد به بخشی از چپاول های نجومی در حکومت آخوندی اذعان کرد و گفت اینها از کجا آمدند که خود را اصل نظام می دانند؟ وقتی سراغ کسی که 500 میلیارد تومان را برده می رویم می گویند به او دست نزن چون اقتصاد خراب می شود. وی مجدداً تکرار کرد رهبر هم یک رأی بیشتر ندارد، یعنی هیچ کس نباید خود را صاحب ملت و جای ملت بپندارد و فکر نکند که به جای ملت می تواند تصمیم گیری کند. احمدی نژاد که مشایی را نیز با خود به اصفهان برده بود خاطر نشان کرد در انتخابات همه سلایق باید باشند. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود اقدامات احمدی نژاد را برخلاف توصیه‌های خامنه‌ای توصیف کرد و نوشت او آرامش جامعه را به خطر انداخته است. این رسانه رژیم با اشاره به گرانی سرسام‌آور که آرامش مردم را به هم زده و وضعیت رژیم که از حساسیت‌های خاصی در آستانه انتخاب نمایش انتخابات برخوردار است برای درمان سریع این وضعیت به سران رژیم هشدار داد. این رسانه رژیم به توصیه خامنه‌ای به باندهای رژیم برای ایجاد نکردن تنش و برهم نزدن آرامش روحی مردم اشاره کرد و نوشت برخلاف این تأکیدها اکنون از یک طرف شاهد اوجگیری گرانی ها هستیم و از طرف دیگر خود احمدی نژاد با سخنان خود آرامش جامعه را به خطر انداخته به طوری که بسیاری این اظهارات را از مصادیق تشویش اذهان دانسته و نسبت به آن هشدار می دهند. روزنامه وابسته به رفسنجانی می افزاید جای این نگرانی وجود دارد که گویا بی‌تفاوتی در برابر رشد فزاینده و بی‌مهار گرانی‌ها و همینطور ایجاد تشویش در اذهان عمومی اقداماتی برنامه‌ریزی شده در جهت عکس تأکیدهای مورد اشاره رهبری هستند. این روزنامه رژیم تأکید کرد به همین دلیل همه باید احساس مسئولیت کنند و این هشدارها را جدی بگیرند و با اقدامات عملی خود راه را بر حاد شدن اوضاع ببندند. به دنبال دستگیری عناصر القاعده به خاطر توطئه تروریستی در کانادا و اعلام ارتباط آنها با رژیم آخوندی، صالحی وزیر خارجه رژیم هراسان به صحنه آمد و گفت القاعده ایران از جعلیات جدید است. امیدوارم مسئولان کانادا عقلانی فکر کنند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، افشای طرح انفجار اخیر در خط راه آهن در کانادا و طرح برخی ادعاها از سوی دولت کانادا در این زمینه موجب شد که بار دیگر موضوع روابط ایران و کانادا مورد توجه قرار گیرد. در همین حال رسانه‌های بین‌المللی از حضور این افراد در دادگاه خبر دادند و گفتند این مظنونان در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند. رسانه‌های حکومتی گزارش کردند انگلستان از پرداخت پول نفت به رژیم جلوگیری کرده است. به گزارش خبر آنلاین متعلق به پاسدار علی لاریجانی، دولت بریتانیا مانع از پرداخت بدهی 2.3 میلیاردی شرکت نفتی رویال داتشل در قالب تهاتر پایاپای شد. این شرکت انگلیسی هلندی که در تلاش است بدهی خود بابت خریدهای پیشین نفت از ایران را تسویه کند با ممانعت دولت بریتانیا مواجه شده است. خبرگزاری رویتر نیز در این باره خاطر نشان کرد دولت بریتانیا از ایجاد هر منفذی برای وصول بدهی های حکومت ایران جلوگیری میکند. به گفته یک سخنگوی دولت انگلستان که نامش فاش نشده، دولت بریتانیا با تمام توان از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران حمایت می‌کند. زمین لرزه‌ای به قدرت 4.9 در مقیاس ریشتر صبح امروز گلشهر اصفهان را لرزاند. بنا به آمارهای اولیه بر اثر این زمین لرزه تعدادی از هموطنان مجروح شدند و همچنین تعدادی از منازل تخریب شد. این زمین لرزه در شهرهای خانسار، گلپایگان، فریدن و فریدون شهر نیز احساس شده است. همچنین زمین لرزه‌ای به قدرت 4.7 در مقیاس ریشتر شهر کاکی در استان بوشهر را لرزاند. هنوز از تلفات و خسارات این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.
رژیم ضد بشری آخوندی 5 تن دیگر را امروز اعدام کرد. 3 تن از این افراد در شهر بم و 2 تن در مشهد صبح امروز به دست دشخیمان خامنه‌ای به دار آویخته شدند. اعدام‌های روزانه برای مقابله با خیزش عمومی مردم ایران علیه رژیم آخوندی است. اخبار و تحولات سوریه. بمباران شدید داریا و ازدیابیه در حومه دمشق ادامه دارد. همچنین نبردهای شدید بین نیروهای ارتش آزادی سوریه و نیروهای حزب الله لبنان که در حمایت از اسد می‌جنگند نیز در القصیر، شهر استراتژیک در نزدیکی مرز لبنان و سوریه، در جریان است. این در حالی است که رزمندگان ارتش آزادی به پیشروی در دمشق با نبردهای سنگین با نیروهای اسد ادامه می‌دهند. بنا به گزارش منابع اپوزیسیون، یکانهای ارتش آزادی توانستند برخی از ساختمانهای منطقه سیدی مقداد در دمشق را به تصرف خود درآورند. در همین حال سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان و رهبر اپوزیسیون این کشور، دخالت حزب الله در سوریه و همدستی با اسد در کشتار مردم سوریه را تقبیح کرد. پاتریک ونترل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در رابطه با همدستی حزب الله با اسد و اخطار جورج صبرا، رئیس جدید شورای ملی سوریه، به حزب الله برای کنار کشیدن از این درگیری‌ها گفت: خدمت جورج صبرا در اپوزیسیون سوریه به خوبی شناخته شده است و در حالی که او کارهای کنونی را به دست می‌گیرد، ما به ادامه کار با او نگاه می‌کنیم. ونترل افزود: ما در مورد نقش شریرانه حزب الله و حمایتی که از رژیم اسد می کند و خشونتی که آنها در داخل سوریه مرتکب می شوند موضع بسیار روشنی داشت.